با اینکه از 15 ماه جون مردم ایالت کالیفرنیا می توانند بدون ماسک در مکانهای سربسته هم حضور پیدا کنند، اما نگرانی ها از بازگشت کرونا با شکل جدیدش دلتا نگرانی هایی را برای شهروندان آن ایالت به وجود آورده. امیر گیتی از لس آنجلس گزارش می دهد. کالیفرنیا گورنر گاوین نیوسوم. Finally, we are here. June 15th to turn the page. 15 ماه جون، زمانی که گاوین نیوسوم فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرد کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا خودشون رو دریافت کردند حالا میتونن حتی در مکانهای بسته هم بدون ماسک باشن. گاوین نیوسوم به وعده خودش عمل کرد، وعده ای که قرار بود بین کسانی که حاضرن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنن قرعه کشی انجام بشه و به اونها جوایزی پرداخت بشه. او این جوایز رو طی مراسمی در روز 15 ماه جون به اونها تحویل داد. خیلی زود شهرهای مختلف ایالت کالیفرنیا به حالت عادی خودشون برگشتن. موزیسین‌های خیابونی ساز و میکروفون‌هاشون رو برداشتن و در خیابون‌ها به هنرنمایی پرداختن. برای اینکه یک بار دیگه این خیابون‌های خلوت شهرهای مختلف ایالت کالیفرنیا رنگ و بوی مردم رو به خودش ببینه و بار دیگه صدای بوق اتومبیل‌ها تمام خیابون‌ها رو پر بکنه، یک سال و نیم طول کشید. این دقیقا همون چیزی بود که پریزیدنت بایدن وعدش رو داده بود. پریزیدنت بایدن اعلام کرده بود که اگر واکسیناسیون مطابق با برنامه ریزی که در ذهن او هست انجام بشه، مردم ایالات متحده میتونن تا اواسط ماه نوامبر به روند عادی زندگی خودشون برگردن. اما حالا امروز یه اسم جدید شنیده میشه، دلتا، اسمی که اولین بار در هندوستان روی مدل جهش‌یافته شده یه ویروس کرونا گذاشته شد. نه تنها میزان مرگ و میرش بالاتره، بلکه سرعت نقل و انتقالش هم بین انسان به مراتب بیشتر از نسخه قبلی کرونا است. از زمانی که مردم ایالات متحده با نگرانی به نمودارها و گرافهایی که شبکه‌های مختلف خبری از میزان مرگ و میر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا نگاه می‌کردن، مدت زمان زیادی نمیگذره. مدت زمانی که با واکسیناسیون و امید به برداشتن ماسک و برگشتن به زندگی عادی سپری شد. اما حالا که بسیاری از کشورهایی که بحث واکسیناسیون ویروس کرونا تقریبا در کشورهاشون رو به اتمام هست تصمیم گرفتند ماسک رو یک بار دیگه برگردونند، این نگرانی رو هم در دل ساکنان کالیفرنیا به وجود آورده که آیا باید مجدداً در صفهای تست ویروس کرونا بیستند و یا برای خوردن حتی یک بستنی هم اول ماسکشون رو بردارند. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس.